درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب و درجه یک باشه. امروز با 20 از فکت بی اهمیت عرب فارسی اینجا این کانتنت که امیر برام آماده کرده، زحمت کشیده و قراره خودش ادیت کنه. نمیدونم الان دیگه چه کار چجوری قراره در بیاد، ولی خب هر چی خروجی کار بود بدید. یعنی چی در چیز 20 از فکت بی اهمیت؟ ما خوندیم روش فقط. نمیدونم فکت بی اهمیت خودش نوشته. حالا بیا بدونی ندونی خیلی مهم نیست. دقیقا همه فکت ها همین جوریه، بدونی ندونی مهم نیست. فکت بی اهمیت دوستان، فکت بی اهمیت چیه؟ خب بریم داشته باشیم فکت بی اهمیت. چند تاشو خوندم ولی کیمیا اصلا هیچ کدومشو نخونده. خیلی بی شعوری که چند تاشو خوندی دیگه. من خب برای تو بخونم، بالاخره چی باید بخونه؟ یعنی فقط من قرار سورپرایز شم؟ دقیقا امیر با رفیق من دیگه برای من درست کنم. این عادلانه نیست امی، برای منم چند تا فکت پیدا کن تا امید فکت هیچ عادلانه نبوده. اگه که این ویدیو دوست دارید بچه یادتون نره که لایک رو بکوبید و اگر ساب نیستید بپیوندید به ما، ساب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو آن کنید، و اگر این سب ویدیو کانتنت بیشتر دوست دارید توی کامنت همش آم کنین، فعل دیگه نداشتم، توی کامنت ها بهمون بگید و بریم که کار داشته باشیم. بریم سر اولیش. میدونستی مهراد هیدن سر کاور آلبوم سوزن عقد با بی تی اس فناش به مشکل خورد؟ زوزنقه استفاده کرده بوده از لوگو بی تی اس. آره اینو شنیده بودم. آره بی تی اس سانویخ بودن سرش. آره اینو شنیده بودم. من توی اینستاگرام یه پیجی رو دیدم که ویدیو چیز عکس گذاشته بود که آلبوم زوزنقه شکل نماد بی تی اس و فرای صحبت ها، و همه کامنت ها اینجوری بودن که مثلا آیدل ما فلان مثلا اینجوری. من تقریبا هیچی راجع به بی تی اس نمیدونم، برای همین نمیدونم. خیال اوکی. دو، میدونستی هیچکس با حسین یه فیت داره و با یاس هم یه فیت داره؟ هیچکس؟ آره هیچکس فیتش... با یاس فیت داره؟ آره فیتش با حسین تو مستیه و فیتش با یاس کمک هست اسمش. هم میخوره به یاس کمک کلن یاس هم با کمکه. فکر کن دوتا صدای حسین و هیچکس. حرام، این تنها فیتیه که اینا داره، یا هیچکس و یاس. دوست دارم اینا رو بشنوم. اوکی بریم شماره 3. میدونستین یکی از دلایلی که حسین از دست شایع ناراحت شده بود این بود که شایع رفته بوده عروسی موهر؟ حسین و مهر چه مشکلی با هم دارن؟ نمیدونم دیگه، اینا رو نمیدونم. خب وقتی حسین و مهر با هم مشکل داشته باشن، شایعه بره عروسی مهر، حسین بعد ناراحت شه. خب دیگه حتما مشکلی دارن، ولی چه مشکلی رو نمیدونیم. من نمیدونم، اگه شما میدونید بگید بچه‌ها. در اون حدش نمیدونم، خیلی از اینا رو منم نمیدونم، کلا خبر نداشتم راجع بهشون. خب 4، میدونستین نیما نیموش قبلا بیت باکسر بهرام بوده؟ حتی بیت باکسر بهرام که بیت باکس میزد اونجا بر بهرام، ولی اینکه بیت باکسرش بوده فقط نمیدونم. تو میتینگ ها فری استایل ها بیت باکس میزده واسه بهرام، بهرام میخونده. این یه جنگ بین من و عقاید مردم، رگ قلم رو ورق فواید درد و غم، همه اشعار میره به حساب سرگذشت، بیت می نویسم یه کتاب ترک، بخونم از زخم زبونای خونواده یا از ناخالصی هایی که موجوده تو نژاده. تو منو دیدی تو خیابون سرم پایین، سلاح من قلم، همه خطرم با این. چه باحال، احساس کنم یه تعداد خاصی بودن، همشون دوره هم بودن، الان همشون معروف شدن. آره مسئله چی؟ میگه الان همشون معروف شدن. شماره 5، میدونستی آرش سرطان یه بار به خاطر جابجایی 582 کیلو مواد 26 ماه زندان بوده تو همدان؟ یکی دوبارم تو آمریکا گرفته بودنش. 582 کیلو مواد تل بوده احتمالا دیگه، نمیدونم هرچی دیگه باشه که دیگه. یا ابلفظ، بعد چند وقت زندان؟ 26 ماه تو همدان زندان بوده. حالا بعد چجوری اومده و داستان چجوری شده نمیدونم. یا ابلفظ. اوکی 6، چه خبره؟ 6، میدونستی حسین وقتی رپو شروع کرد تو گروه 051 مشهد بوده؟ از همون اول هم دیس 021 یعنی 021 تهران دیس اونو داده بوده؟ میدونستین؟ من فهم کردم حسین هم 021یه. نه 051 مشهدیه دیگه. نره. خیلی حرام. با یه فکت بود ها، یا الان یه فکت دیگر هم نمیدونم. دقیقا به همراه شبور. آره. خب اوکی. اصلا ما اول هم اختلاف این دوتا به وجود اومد، ولی... حسین و هیچ ولی کس. 021 051 051 همون 51 دیگه. 051 اوکی. آخه اون موقع اسم گروه 051 بود. خب اوکی. 9، میدونستی اون اوایل هیچ کس از خلصه حمایت کرده بود و بعد هم دیگر را نزدیک دیده بودن؟ خلصه بعدا گفت که اون روز که من رفتم اونجا هیچ پولی نداشتم، از سروش خیلی چیز یاد گرفتم. یعنی یه جورایی یکی از کسایی که خیلی باز شد پیشرفت کنه خلصه و معروف بشه هیچ کس بود. هیچ کس باز پیشرفت خیلی ها بود. میدونی که خلصه هم نسل دویه،
خیلی قد فسیلی به حساب میاد از خودش. میدونستی بیف پارسالی با خلصه و زد بازی از جای شروع شد که پارسالی برای زد بازی یه کاور زده بود و توش رمزایی رو، یعنی چیزای ایسترگای گذاشته بوده به نفع پایدار و این باعث یک پیام مهم شد. واقعا؟ آره. چه جاله، چه پشم ریزون ها. آره، چه حرکت سوسکی زده پارسالی. آره، برای همین هم هست که توی چیزش توی مگاهیت میگه مثلا کجا دیدی چند تا از هنرشون مثلا آرتیستا بگه یکشون گرافیک کار باشه ها؟ آره. ولی تو اون میگه. آره. یازده، میدونستی موزیک سفارشی یاس اولش تحت اسپانسری مونتیگو بوده و یاس لوگوی مونتیگو رو زده بوده رو کاور، بعد برش داشته رو کاور. مونتیگو صاحب یکی از خرپولای خیلی گنده‌ای بود که خیلی تمام این سایت‌های بتی که می‌زدن همشون زیر مجموعه این بودن. تازه نامسن؟ آره، تمام اون موقع بود همه سایت بت می‌زدن. آره. همه تبلیغ می‌کردن. آره. اون موقع همه اینا زیر مجموعه این بودن، مونتیگو بودن. چه جالب. آره، ولی بعد برش داشته بود. اوکی. یعنی بعد سی اسپانسرش نمونده بود؟ نه، اصلا فکر کنم اصلا وسط کار مثلا یاس چیز کرده فهمیده داستان چیه، مثلا کنسل کرده، قطعش کرده. آره. اوکی. دوازده، میدونستی لیتو اول تو پایدار کار میکرده بعدن میاد سمت زد بازی؟ ناموسن. آره. چقدر مخالف، چقدر زد. بعد در حدی میاد که میخواد مثلا زد 7 میشه چقدر زد پرام. میدونستی خلصه رفته بود کنسرت یاس و وقتی یاس گفته بود مرسی از خلصه عزیز که تشریف آورده اینجا اومده، خلصه دستشویی بوده احتمالا، رفته بوده به پیچ صلیبی. دستشویی بودی همون موقع؟ یاد چیز افتادم، یاد جوایز موسیقی که دو جاکت برنده شده بوده اومدن اعلام کردن که برنده شده اون تو دستشویی بوده، دویده ویپش هم انداخته اومده رو صحنه. من تا حالا انقدر تو زندگیم سری نشاشیده بوده، اولین چیزی که رو صحنه میگه اینه. تو جای سوم کت بوده. آره. اوکی. میدونستی سورنا با اون همه فالوور درخواست تیکابی نداده هیچ وقت؟ هیچ وقت درخواستشو نداده؟ نداده دیگه، میداد مثل کرم میگرفت، نداره دیگه. آره نداره، ولی اگر که الان که دیگه پولی شده، الان منم میتونم بگیرم، الان پوپک مش ماشاءالله هم میتونه پول بده بگیره تیکه آبی شد دیگه، اصلا هیچ تیکه آبی دیگه الان درخواست نداده، تیکه آبی دیگه الان اعتبار نداره، پولیه. نه الان میتونی بگیم درخواست نداده، میدونی؟ آره. چون اگه میداد قطعا میگرفت چون پولیه. اوکی. میگه که میدونستی حسین یه بار آدم فرستاده بوده ساشا صبحانی رو جلوی در خونش کتک زدن؟ خب این یه چیزیه که ویدیوشو دیدیم. آره. ولی یه روایت دیگه هم هست که میگه که ساشا صبحانی رو بعد تغییر حسین این ویدیویی که خودش درست کرده بوده و این فیک بوده بشم میخورد این ویدیو باشه، ولی خب نمیدونم حالا در چه حدی. میگه که میدونستی یه سرباز که فن حسین بوده تو زندان برای حسین ساندویچ خریده و یه ما هم اضافه خدمت خورده برای همین. تو زندان؟ تو سربازی؟ تو زندان؟ آره، حسین که زندان بوده. آها. یه سربازی هم که فن حسین بوده میره برای ساندویچ میخوره. چه بال؟ دو ماه هم اضافه خدمت میخوره. آخه چه باله. میدونستی یاس تنها رپر ایرانی که با سی ان ان آمریکا که بزرگترین یکی از بزرگترین شبکه خبررسانی است؟ آره. خبررسانی. آره سی ان ان خیلی بزرگ. بگم. بگو. شبکه خبری دنیا مصاحبه کرده. با سی ان ان مصاحبه داشته. آره. یکی از فکت‌های دیگه هم اینه که اولین رپری که باش مصاحبه این 17 بود 18ش میشه، اولین رپری که باش مصاحبه کردن از طرف رسانه‌های خبرگزاری خارجی بهرام بود. سی ان ان؟ نه یه رسانه خارجی. خب این خیلی خفنه، ولی سی ان ان خیلی بزرگه. چه دیگه اینی که دارم میگم اکسترا، یعنی تو این لیست نیست، ولی بهرام فکر کنم اولین رپری بوده که از ایران عکسش رفته روی مجله رولینگ استون یا یه همچین چیزی، یه مجله خیلی بزرگ. رولینگ استون اسمشو مطمئن نیستم، ممکنه اشتباه بگم، ولی یه مجله خیلی بزرگ. ولی مثلا اگه ام تی وی هنوزم مربوط به میوزیک می بود خیلی باحال میشد که رو ام تی وی هم میرفتن اینا. اوکی. آره دقیقاً. میدونستی به گفته خود سورنا ترک پشت این جنگ ها به صورت بداهه خونده شده کامل؟ یعنی یادش نمیاد. بداهه
یعنی ننوشته بوده چیزی رو، یعنی همجور بیت رو گذاشته رفت بیت و اون آهنگ رو میخونه. فکتای بی اهمیت داره بپرس آجی، این خیلی فکت با اهمیتیه. چه مثلا بدونی؟ آره خب خودش نمیتونم دفاع کنم از تیترمون از تایتلمون. خب اوکی، آخرش هم اینه که میدونستی اون میکروفونی که سورونه باهاش آلبوم کویر و نگار رو رکورد کرده بوده سال 2019 فکر کنم میذارتش توی توییتر توی آیایی تو بفروشتش، این همون بهبهه‌ای بود که همه تبلیغ سایت‌های بتو اینا می‌کردن، ولی سورونا این کارو نکرد، ولی میکروفونش رو خواسته بفروشه برای اینکه پول احتیاج داشته. مطمئنا از اون طرف کلی پیشنهاد داشته ولی اونورا قبول نکرده، اینورا می‌خواسته مثلا از مالش مایه بذاره. حرام سورونا اینجوریه. چقدر سورونا دوست داشتنیه. این بود 20 تا از فکتای به درد نخور. نه به درد، جالب جالب بود. ببین جالب. سریارو شناختیم. آره یه سری رو بهتر شناختیم. دقیقاً. بیشترش هم یه سری گذشته رو شناختیم. چی؟ آره. ما 20 تا فکت اینجا گفتیم، کیمیا 40 تا فکت فهمید. آره آره. تو هر کدومش 4 تا دیگه بود. آره دقیقاً. ولی خب خیلی جالب بود. حالا اهمیت که مثلا از همه هیچ کدوم این فکت‌ها روی زندگی ما تاثیر نمیذاره. ولی جالب. همش جالب بود. آره خیلی جالب بود. دوستان منم چند تا از این فکت‌ها در بیارم تو پرات بریزه. راجبه متال. آره بیا میشه فکت دارم و چند تن برو توی این مسئله. بچه بگیر اگه از این ویدیو خوشتون اومد با بگین، یا اگه میتونین لایک کنین که نشون بدین اگه لایک کنین که کاملا مشخص میشه. بگین بیشتر از همه کدوم این فکت پرتون رو ریزون، من که دیگه دیدین تو طول ویدیو، ولی واقعا برام مخصوصا جالب بود. بعضیش من رو خوندم، یعنی قبلا هم ندیده بودم شو. آره این که تره که پشت این جنگ رو کاملا بدای خونه، این خیلی برام پرریزون بود واقعا. بگید بچه اگه از هر کدوم از بیشتر خوشتون اومد، اگه از نو کانتنت ها بیشتر دوست دارید که بیشتر بسازیم و امیر مثلا بیشتر کمکمون کنه، امیر که بیشتر کمکمون کنه، لایک و ساب و زنگوله این چیزا رو بزنید. میتونید توی تلگرام رو جوین بدین که اونجا با هم بیشتر تبادل نظر کنیم و حرف بزنیم و اونجا کلا جمع تریم با هم و راحت حرف بزنیم. آره اگه دوست داشتین اینستاگرام رو میتونید دنبال کنین که اونجا ما رو داشته باشید و دنبال کنید و خودتون میدونین دیگه، ما از همه اینه که مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی. خدا بی. گود بای.